این پرسش که علل ناکامی جوامع اسلامی چیست قدمت چندصد ساله دارد جواب کجاست این ناکامی درونی است و برای توضیح آن باید عوامل بومی را جستجو کرد یا منشأ خارجی دارد و ناشی از مناسبات استعماری است سلام برنارد لوئیس یکی از تاریخ نگاران تاثیرگذار خاورمیانه که اخیرا فوت کرد اعتقاد داشت مسلمانان برای توضیح آنچه که عقب ماندگی جوامع آنها میخواند باید به خود نگاه کنند و بپرسند چه چیز در عادات و اعتقادات و سنت هایشان است که در فقر و ناکامی نگهشان میدارد وقتی یکی از کتاب‌های او به عربی ترجمه شد مترجم نوشت برنارد لوئیس یا دوستی است رک و راست یا دشمنی شریف که حقیقت را به ما میگوید اما بسیاری از نخبگان جوامع اسلامی با این فهم برنارد لوئیس از علل ناکامی جوامع مسلمان موافق نیستند از نظر آنها آنچه که عقبماندگی کشورهای مسلمان نامیده می‌شود ارتباط تنگاتنگی دارد با ثروت کشورهای صنعتی پیشرفته و فناوری ناشی از این ثروت ناگفته پیداست که پیروان هر دو نظر چه آنها که بر عوامل درونی تکیه میکنند چه آنها که بر دست خارجی برای توضیح وضعیت جوامع مسلمان تاکید میکنند تنها یک عامل را مؤثر نمیدانند اما نگاهی به آرای موجود در میان نخبگان سیاسی کشورهای مسلمان نشان میدهد که تمرکز بر عامل داخلی یا خارجی به نتایج بسیار متفاوتی می انجامد و وظایف متفاوتی پیش پای مسلمانان می گذارد عباس پویا پژوهشگر مطالعات اسلامی در دانشگاه نورنبرگ آلمان می گوید تاکید بر عوامل خارجی در میان مسلمانان در توضیح وضعیت خودشان در واقع ناشی از میل به شان خالی کردن از باره مسئولیت است اما عزیز عزیزی تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید اگر در تاریخ به عقب بازگردیم خواهیم دید که آغاز افت مسلمانان و برآمدن غرب به هم گره خورده است و این ارتباط تنگ و تنگ را امروز هم میتوان دید خیلی خوش آمدید آقای پویا به ما بگید که چرا فکر میکنید عوامل بومی هست که وضعیت حال حاضر رو در جامعه مسلمان رقم زده من مایلم که برای طرح نظرم در رابطه با پرسش که شما مطرح کردید با یک حکایت پندامیز شروع کنم این حکایت را ناصر خسرو قبادیانی شاعر و حکیم قرن پنجم فارسی زبان آورده است ایشان اقابی را به تصویر می کشد که در فراخنای آسمان به پرواز مشغول است و در حالی که به بالهای سترگ و توانای خود میبالد ناگهان تیری از شکارچی که در کمین او نشسته است بال او را میدرد و او را از بلندای آسمان غفلت به حزیز زمین واقعیت میکشاند اقاب در این حالتی که بر زمین افتاده است و به بال مجروح خود نگاه می کند بیش از آن که دشمن یا شکارچی را ملامت کند به مذمت و سرزنش خود میپردازد و ظاهرا احساس می کند که غفلت متوهمانه او و غرور نابجای او باعث شده که به چین سرنوشتی دچار شود همینجا ناصر خسرو قبادیانی می چون نیک نگه کرد و پریخیش او دید گفتا زکه نالیم که از ماسک برماز این تعبیر از ماسک برماز در اون مسئله شده در زبان فارسی و ادبا و بسیاری از آن بهره گرفتن دقیقا به خاطر اشاره کردن به همین نکته که برای جستجوی ریشه ناکامی ها و ضعف مسلمانان باید در داخل خود جامعه اسلامی جستجو کرد اتفاقا ملک و بهار شاعر و ادیب فارسی زبان و سیاستمدار مشروط خواه در یکی از شعرهاش دقیقا به همین نقطه به همین موضوعی که ما امشب داریم در رابطه با اون بحث میکنیم اشاره میکنند و میگوید اسلام که امروز چنین زار و ضعیف است از این قوم شریف است نه جرم ز ایسا نه تعدیز کلیساست از ماست که بر ماست شما میتونه جای استعاره ایسا و کلیسا هر آیین دین شخصیت یا کشور و قدرت دیگری رو بگذارید که معمولا بسیار از مسلمان ها آنها را عامل پشت پرده برای ناکامی ها و بدبختی ها یا عقباندگی خود میدانند ولی حقیقت این است که تا یک جامعه آسیب پذیر نشده باشد هیچ وقت آسیبی هم به اون نمی رسد آقای پویا زربور مسئله ها و اشعار نمیتونن پیچیدگی مناسبات بین جامعه مسلمان و جوامع دیگر رو به خوبی بیان کنن دیگه من فکر می که ما عوامل درجه اول داریم درجه یک و عوامل درجه دو با اینکه عوامل بیرونی موثرا در نقش و نقش داشتن در شاید ناکامی و عقب مسلمانان ولی من فکر میکنم که عوامل اصلی و زیربنایی در این سرنوشتی که مسلمانان دوچارش هستند بیشتر در درون خود کشورهای اسلامی نهفته است در درون خود کشورهای اسلامی یعنی چه چیز کشورهای اسلامی میتونید بیشتر توضیح بدید شاید برای اینکه ما به عوامل عقب ماندگی مسلمان ها امروز بپردازیم خوب باشه که کوتاه به این نکته نظر کنیم که عوامل پیشرفت مسلمانان و موفقیت مسلمانان در ده های اول و صده های اول تاریخ اسلامی چی بوده من فکر می که خب بعضی یک جواب خیلی ساده و راحت میدان میگن که خب اعتقاد و باور مسلمان ها به یک دین باعث شد که مسلمان ها به راحتی کشورهای بزرگ را فتح کنن امپراتورهای بزرگی را شکست بدن و یک تمدن جدیدی رو بسازن ولی به نظر من این جواب خیلی جواب ساده است و مسئله خیلی پیچیده تر از این است درک من از مسئله اینه که بعد از پیروزی مسلمانان در صدر اسلام و موفقیت های پیاپی آنها و فتح کشورها و امپراتوری بزرگی مانند روم، ایران و رسیدن به سرزمین های حاصلخیز و پهناور باعث شد که یک بار ثروت هنگفتی در اختیار مسلمانان قرار بگیرد این قدرت مالی و اقتصادی که مسلمان ها به دست آوردن این فرصت به مسلمان ها داد که در دههای بعد، صده های بعد غافل و به دور از مشکلات روزمره و امرار معاش به فکر حمایت و ترویج علم، دانش، فلسفه بپردازند به خاطری که با این امکانات این زمینه دیگه فراهم شده بود که به مشغله های دیگه به اصطلاح مشغول بشن اه. از طرف دیگه خود گشایش و فتح سرزمین های دیگر باعث شد که عواملی و عناصر از فرهنگ های دیگه و خارجی داخل بشه داخل فرهنگ بسته و کوچک اسلامی که در ابتدا فقط در مدینه و مکه محدود بود خب این استکاق و برخورد با فرهنگ های بیگانه و فرهنگ های دیگه باعث شد که در واقع فرهنگ متنوع و باروری در اسلام به وجود بیاد اتفاقا هیگل با توجه به تمدن یونانی میگه که هر تمدنی یا هر فرهنگی همیشه با حضور و شروع حضور عوامل فرهنگی بیگانه آغاز میشه و در اسلام همین مسئله صادقه که به محض این که فرهنگ عناصر از فرهنگ ایرانی، فرهنگ یونانی، فرهنگ هندی وارد فرهنگ اسلامی میشه یک باره یک فرهنگ شکوفا و نوعی را در جامعه اسلامی می‌بینیم این همون دوره که نهضت ترجمه گفته میشه پا میگیره و باعث میشه که فکر یونانی ترجمه بشه به عربی دیگه دقیقا و همین ما رو به یک نکته سومی می‌رسانه که عامل پیشرفت مسلمان ها در اون زمان بود و او عبارت از, از یک نوع آزادی علمی که در شرایط اون زمان حاکم بود در سال 820 میلادی کتاب مهم فلسفی و علمی از زبان یونانی سوریانی ابری وارد به زبان عربی ترجمه شدند خب مترجما چه کسایی بودن اکثر مترجما یا مسیحی بودن یا یهودی بودن یا سابعی بودند در کنار این مترجما ما ریاضیدان های مشهوری داشتیم مثل خارزمی یا فیلسوفان مثل الکندی و یا هم مثلا برادران بنو موسا که اینها اخترشناس بودند همه این دانشمندان و علما در کنار یک دیگه به کار تحقیق و پژوهش مشغول بودند و یک آزادی نسبی علمی برای دادستیت دادست علمی وجود داشت خب این سه تا عنصر ما متاسفانه الان کمتر می‌بینیم یکی فقر مالی که مسلمان امروز دچارش هستن در کنارش نبود آزادی علمی به صورتی که مناسبه برای رشد علمی و در کنار اینها هم وجود یک نوع تابوهایی که باعث میشه به اصطلاح تحقیقات و پژوهش ها در چارچوبای مشخص صورت بگیره آقای عزیزی شما در این که انکار نمی کنید عوامل درونی رو معتقد هستید که عوامل بیرونی اون چیزی هستن که آقای پویا عوامل درجه اول نامید. در صحبتاتون پیش از برنامه به من گفتید که حکومت هایی که استعمار در جوامع مسلمان مستقر کرده و همچنان حمایت میکنه اینها هستند که مانع هستند و استعمار کماکان باعث میشه که از طریق این حکومت ها کار مسلمان ها گره بخوره و پیش نره بگید منظورتون چی هست و واقعا آیا استعمار اینقدر قدرتمنده در جوامع مسلمان که میتونه این حکومت ها رو بر مسلمان ها چیره نگه داره؟ به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد اگر ما اول علل داخلی را یک طرف بگذاریم به علل خارجی افول تمدن اسلامی یا حکومت های اسلامی یا مثلا او پیشرفت های علمی و تکنیکی که مسلمان داشتن بالاخره مرور بکنین عوامل خارجیش خود مسئله جنگ های سلیبی که بزرگترین آفت بزرگی در کشورهای اسلامی وجود دارد تاجم حلاکو و مغول و تیمور لنگ بزرگترین آفت به این سرزمین ها و بعد از اون مسئله استعمار است چه استعمار کهن و چه استعمار جدید به این جای شک نیست که وقت غرب متوجه شد که مسلمان ها در بغداد بزرگترین یک مرکز و یک مهد علمی و مهد فکری و مهد قدرت و قوت پیدا کردن و مسلمان ها دامین نفوزشون حتی تا مرکز اروپا و تا قلب اروپا وقتا پیدا کرد خود به خود این این ذهنیت به وجود آورد که اگر دامنه نفوذ این مردم توسعه پیدا بکنه قلم رو حکمیت از اینا در سر تا سر اروپا و حتی امکان در در دقیقه رو توسعه بیابه اونا در فکر از شدن که باید یک کار بکنیم برای جلوگیری از امر و همین بود که بالاخره در اولین کاری که به مقابل مسلمان ها اقدام صورت گرفت مسئله جنگ های سلیبی بود دوصد سال مسلمان ها در بابر جنگ سلیبی بزرگترین ضربت دیدن. صلیبی ها با بلند کردن صلیب بزرگترین دشمنی را با علم با تمدن با حتی با با, با تمام مظاهر تمدن از خود نشان دادم چینا در هر سرزمینی که رفتن حتی کتابخوان ها را هم از بین بردن مناطق سوزاندن حتی قتل عام کردن و بعد از این باز بزرگترین مشکل بیرونی که در برای مسلمان ها دست داد مسئله تهاجم مغول بود مغول واسطی از یک تعداد از تجار مغول ها در سرزمین های اسلامی اینا کشته شده بودن و همه انگیزی انتقام گیری اینا آمادن بالاخره تمام این بلاد اسلامی رو تا جایی که تصرف کردن اینا با آتش سوختاندن بله و در واقع و همچنین بعد بر خلافت ازی... اسلامی, نتیجه حمله مغول بود عمید. که در واقع خلیفه عمید. رو در نمد پیچیدن ولی برگردیم به قرونی که در واقع منجر میشه به انقلاب صنعتی و فاصله شدید بین جامعه مسلمان و جامعه ای که پیشرفته صنعتی نامیده میشن آیا کماکان فکر میکنید در این اعثار هم همون عامل خارجی است که مسلمان ها را عقب نگه بعد از این جریان مسئله جنگای سلیبی بعد از مسئله حمله مقول و چنگیز و تیمور و لنگ بر سرزمین ها بلاد اسلامی بزرگترین آفت در دنیا استعمار و کهن به وجود آورد ما متوجه از ما هیچ وقت تاریخ فراموش نمیکنیم که حتی کشورهای کوچک اروپایی مثل پرتغال مثل اسپانیا حتی هلند به یک کشور 230 میلیونی اندونزیا مدت حکم رو کردن کردند. بله. و این خود یا بتوان هند هند برتانیایی که در یک میلیارد نفوس داشت، انگلیسان با جمعیت او وقت در رود مکان چهل میلیون یا یا مثلاً سی و میلیون یا چهل میلیون کلند بر اون منطقه مسلط بود. و خودی استعمار کوهان بزرگترین آفت و بلای جان متبر مثلا مثلا کشورهای افریقایی اسلامی مثل الجزایر مراکش و تعدادی از بلاد افریقایی اینا همیش در تحت تصرف و تسلط و, و مستعمره فرانسه در آمد سوال اساسی م... است که چرا مسلمان ها بعد از این که استعمار وارد میشه اجازه بدن که چرا اساسا زمینه در کشورهای اسلامی فراهم است که استعمار می در کشورهای اسلامی آنها این ما من می در بعد گرچه ما تصمیم داشتیم که به قسمت اول صحبت خود ایر, ادام ایر ادام تشریح بکنم آن شما حالا یاد کردیم علت العلل که بالاخره این میدان را بالاخره برای استعمار فساد ساخت ما در علل داخلی میتونیم جستجو بکنیم وقتی خلافت اسلامی از درون ضعیف شد حکومت بیش از اینکه که با مجموعی از علما دانشمندان متفکرین فقها به خصوص علمای متبهر و مشاورین بسیار زبطه به وارد بحث و مذاکره بشه و حلقه مشورتی از تشکیل بده خلفا با گذشت زمان بیشتر مادی شدن او پارسایی و زهد و تقوایی که در وجود از اینا اسلام برشن تاویسه میکرد این از کنارشان رفت کنار خلفار یک مجموعی از مردم چاپولوس یک مردم و یک تعداد مردم مدا و اتفاقا حتی یک مردم تعدی مردم دینداری گرفتند که دین در خدمت در خدمت, در خدمت حکام قرار دادند و فعلا همین قرائت انحرافی دین سبب شده که در کشور اسلامی بزرگترین دیکتاتورها و نظامهای غیر منتخب با استفاده از حربی دین بر مردم حکومت بکنه و استعمار کوهن و استعمار جدید حتی از این طرز تفکر به نوع حمایه میکنه و حتی حکومت ها بر کشور اسلامی حمایه میکنه و حتی استعمار ب... حتی در اصر جدیدم که اگر نگاه کنیم، از حکومت های منتخب که برخواسته از اراده مردم باشه بر خواسته از اراده ملی باشه حتی بر اساس نرمه های معمول و مروجه که در غرب معمول است اگر حکومت ها برای فعلا خواسته باشه حکومت های دیکتاتوری تبدیل باشه متاسفانه که بود و مثال الجزایر در سال 1991 مسلمان ها در اونجی در یک انتخابات آزاد در زیر نظر تمام کمره های سازمان ملل و حتی جهان غرب انتخابات بردن اما غرب با او انتخابات از سر مقابله کش کرد و حتی فرانسه مستقیما مداخله کرد و در مقابل او بله و بعد از او در مصر در تونس در الجزایر الجزایر بدید من از آقای پویا بپرسم که مثال خیلی خوبی آقای پویا برای اینکه در الجزایر در اوایل دهه 90 میلادی خیلی دور نیست دیگه انتخاباتی برگزار شد که کسی نگفت اون انتخابات تقلبی بوده نمیدونم مخدوش بوده به طور جدی در اون انتخابات اسلامگراها ها به قدرت رسیدن اینکه چه نوع اسلامگرایی ترویج می شد به کنار ولی در یک روند دموکراتیک به قدرت رسیدن و کشورهای غربی در مقابل اون انتخابات ایستادن فرانسه که خیلی نفوذ داشت حداکثر سعی کرد در نهایت بعد از مدت کوداهی باطل شد و دوباره همون حکومت هایی به قدرت رسیدن که اثار متمادی است به قدرت رسیدن در الجزایر شبیه بازی سیاسی را در مصر هم ما دیدیم بعد از این بهار عربی در رابطه با الجزایر و مصر و همه کشورهایی که یک بازی های سیاسی در اونجا صورت گرفته و نیروهایی که به صورت دموکراتیک انتخاب شدن بعدا از قدرت برکنار شدن در اینجا باید همین سوال مطرح کرد که چرا کشورهای اسلامی جوامع اسلامی این ضعف و این کمبودها را دارند که کشورهای قدرتمند بیگانه می توانند در این کشورها نفوذ کنند می توانند در این کشورها به اصطلاح نقش سیاسی داشته باشند یا در سرنوشت سیاسی این کشورها نقش بازی کنند سوال اساسی هم همینه من از نگاه سیاسی معتقدم که باید در کشورهای مثل الجزایر، مصر و همه این کشورهای اسلامی از طریق بازی های دموکراتیک و در یک شرایط دموکراتیک حکومت هایی که مورد انتخاب مردم هستند به قدرت برسند و در نهایت اگر اینها موفق نشدن مسلمان ها یا همین اسلامگره ها مثلا در الجزایر ببخشید اسلامگره ها در الجزیره اگر موفق نشدن یک حکومت خوب و به نفع مردم داشته باشن خود به خود کنار میرن ولی متاسفانه دخالت کشورهایی مثل فرانسه باعث شد که این شانس از مردم و این تجربه شانس دا... یک چین تجربه از مردم الجزایر گرفته بشه من در اینجا کاملا موافقم یعنی معتقد دخ... هستید عوامل خارجی مهم هستن ولی کماکان عوامل بومی و درونی رو خود مسلمان عو... ها ولی, شما در مورد نب... کشوری مثل افغانستان که مثال خیلی خوبیه دیگه جلو چشم ماست مخاطبان ما خوب میشناسنش شما عوامل داخلی رو در کشوری مثل افغانستان مهم میدونید؟ نه برای توضیح مسئله باید پیشا پیش یک پیش فرض ما مشخص بسازیم پیش فرض من اینه که هر کشوری هر جامعی و هر فردی حتی دارای علایق و خواستهای شخصی یا اجتماعی خاص خود است و هر کسی به دنبال علایق خود هست بدون شک کشورهای قدرتمند علایق سیاسی دارند خواستهای سیاسی دارند میخوان به این خواستهای سیاسی اقتصادی خود برسن منتها سخن اینه که کشورهای عقب مانده یا کشورهای مسلمان با برخورد اقلانی با این مناسبت های سیاسی و استراتژیک باید کوشش بکنن که به منافع خود بیاندیشن حالا شما مثال افغانستان زدن برای روشن شدن مسئله افغانستان خیلی خوبه که ما مقایسه بکنیم افغانستان را با آلمان بعد از جنگ آلمان بعد از جنگ جهانی دوم در واقع ما اگر بخوایم از این اصطلاحات استفاده بکنیم مستعمره کشورهای پیروز بود ده ها هزار سرباز آمریکایی ده ها هزار سرباز انگلیسی و فرانسوی در آلمان حضور داشتند و روس در و بخش روس در بخش دیگرش باید. ولی من از آلمان غرب صحبت میکنم الان خب با اینکه این همه سرباز در این کشور حضور داشت هیچ وقت نخبگان سیاسی در آلمان حیاهوی سیاسی به راه ننداختن شعارهای کاذب و در نهایت غیرعملی استقلال مبارزه با استعمار و امثالهم مطرح نساختن بلکه آستین ها را بالا زدند کوشش کردن از امکانات و فرصت های موجود استفاده بکنن سرک ها خیابان ها پل را که خراب شده بودن آباد کنند دانشگاه هایی را که ویران شده بود خراب کنن کلیسا های را که ویران شده خراب کنن و خلاصه از این ها. کشور اجازه بدین از این کشور یک کشور آبادی درست کردن که امروزه یکی از قدرت های بزرگ صنعتی و اقتصادی است آلمان هیچ وقت بمب اتم نداشت و, ن... و بعد از جنگ جهانی به دنبالش هم نبود و نمی و توانستم باشد. اما همین آلمان امروزه حتی از نگاه نظامی و در معادلات نظامی یک نقش عمده بازی میکند. اجازه بدید افغانستان. افغانستان بعد از سال 2001 و حضور بیش از 100 هزار سرباز اروپایی در افغانستان. به, به جای اینکه نخبه های سیاسی در افغانستان رهبران جهادی یا غیر جهادی در افغانستان از این فرصت آماده استفاده بکنند و به خیابانسازی، ساختن زیربناهای اقتصادی و فرهنگی در این جامعه پردازن از روز اول اینا به خاطر تقسیم غنایم جنگی به اصطلاح به جان همدیگه افتادن خب اگر اینها رفتار آلمانه و عاقلانه می داشتن در رابطه با فرصت های موجود خیلی بشتر. راحت میتونستن از افغانستان کشور بهتری بسازن ببخشید نه در با ملاحظات خاصی در ارتباط با صورت های آقای پیو دارم ما نفاق و هیپوکراسی غرب در ارتباط با افغانستان و خصوص امریکا را در ارتباط با افغانستان و آلمان طوری که نیاد کردن عملا مشاهده میکنیم امریکا و غرب در مجموع با تر پلان و مارشال آلمان ساختن ساختند کوشش کردند که سیستم بسازند نظام بسازند زیربناها را بسازند اول از همه نظام حکومتی سالم و غیر فاسد را بسازند اما متاسفانه امریکا در داخل افغانستان حتی وقتی مجاهدین و مسلمان ها در وقت که روس شکست دادند و به پیروزی رسیدند قبل از افغانستان را بایکات کردند حتی کوچکترین توجهی برای امر نکردند و زمینه های مداخله را از ابتدا مسایت ساختند و مجاهدین و ها و کلانهای جهادی هم به واسه نداشتن تجربه کافی نداشتن ظرفیت کامل و،, و تخصص در مسائل اداری و به خصوص مملکتداری و نظام اینا یک عامل بود اما عامل بزرگی بود که ای حکومت را کلا بایکات کردند کمک باید. بعد ای مثال پا. آقای پویا هرچند من هم میپذیرم که نمیشه آلمان بعد از جنگ دوم رو با افغانستان مقایسه کرد برای اینکه به کلی مثال های متفاوتی هستن ولی این نکته در صحبت های آقای پویا هست اونم در مورد بعد از 2001 آقای پویا صحبت میکنه بحث بایکوت این چیزها من نبود سروت من می‌خوام بگم ثروت زیادی از کشورهای غربی به افغانستان من... ریخته شد برای اینکه این کشور ساخته بشه ولی نتیجه من میخوام همین رو ادامه میدادم شما اگر حتی آماری که داخل افغانستان از طریق حکومت افغانستان هم ارائه شده شما نگاه کنین تقریبا بین 104 میلیارد دلار به افغانستان پول سرازیر شده و این 104 میلیارد دلار در طور تاریخ برای افغانستان اقدر پول نبوده خب واقعیت امر اما همین دولت موجود ساخته شده دست غرب و مورد حمایت غرب اعلان میکنه که از این پول 25 درصدش به دولت فیلی تعلق گرفته و تقریبا 75 تا 80 درصدش خود مؤسسات خارجی و خود امریکایی ها و غربی ها به طبق میل خود در مصرف کردند وقت غرب در اونجا برای بر سیستم و نظام وارد عمل شد این مقدار سرمایه رو به اونجا واریز کردن بدون از اینکه ارتشی به پایستاد کنن بدون از اینکه امنیت در داخل افغانستان بزرگترین مسئله که غرب نسبت به افغانستان اهمال کرده مسئله امنیت است بله تا از ساعت افغانستان دارای یک ارتش نیرومند نیست سلام و همچنین پلیس نیست امنیت و تا هم از ساعت انفجار انتحار طالبانی که در داخل افغانستان بله قابل آقای از اجازه بس اهمشت بله. هر دو مهمان خواهش اینه که تا اونجا که ممکن در هر نوبت کمتر بله صحبت کنید بله بله عامل بله ویرانی انفجارها نابسامانی‌های های سیاسی که در افغانستان هر روز ما شاهدش هستیم چه کسانی هستند مستقیما آیا طالب‌ها هستند داعشیها هستند مردمی هستند که خودشان از همین مرز و بوم برخواستن یا اینکه که از خارج کسایی میان در نهایت اگر برفرزم ما قبول کنیم که دست عوامل خارجی نقش داره در اینکه طالب‌ها به ویرانی کشور می‌پردازن مدارس منفجر بعد در نهایت ما به این نتیجه میرسیم که بنابراین این خود افغان ها نه توانی را دارن و نه رمقی را دارن که کشور را آباد کنن در واقع تایید همون تزی است که من در اول گفتم که بنابراین این مشکل اول از خود افغان ها یا از خود جوامع اسلامی میخزه تا ما در درون خود جوامع اسلامی یک تحول و تغییری جدی ند... ندیم هیچ وقت ما نمیتوانیم که این مشکلات سیاسی و نابسامانی های سیاسی را حل کنیم وقتی یک جامعه سرمایه های مادی و سرمایه های فکری و عملی خودش را قربانی جنگ قربانی زد و خوردهای داخلی بکنه نتیجه هم همینه که داریم بله آلمان کار نکردن آقای پویا اشارتون به آلمان همجوری گفتم واقعا یه مقدار کار رو دشوار میکنه برای اینکه آلمان پیش از جنگ جهانی اول یک ابرقدرت جهانی بود و این ابرقدرت جهانی در معادلات بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم هم یعنی هر بکنم با... با... این فرقش در صورتی که افغانستان شما در توضیح وضعیت کنونی بعد یکی دو صد برگردید عقب اون چه که بازی بزرگ قدرت های استعماری نامیده میشه تلاش استعمار انگلیس یا بریتانیا برای اینکه یک منطقه حایل درست کنه و خطر رو از هندی که تحت استعمارش بود دور کنه تلاش روسیه برای اینکه به سمت جنوب بیاد اینها اون بستری است که افغانستان بعدی رو ساخت دیگه بعد... اه... ندیدن اینا کار دشواریه من اینا رو, اینا رو کسی دیگه. که تحلیلگر با... وضعیت امروز افغانستان که گفتم بدون شک کشورهای اول قدرت کشورهای غربی و استعماری علایق خاص سیاسی و علایق خاص اقتصادی خود دارن و بدون جهت نیست که در کشورهای شرقی سرمایه گذاری میکنن حرف من اینه که بعد از اینکه اینها الان سرمایه گذاری میکنن حضور دارن چگونه با این پدیده باید برخورد بشه آیا با طرح شعارهای جنگ افروزانه ما میتونیم به اصطلاح پیشرفت کشور را تضمین کنیم یا با نگاه عقلانی و استفاده از این شرایط و فرصت های ایجاد شده برای اینکه که ای کشور از جنگ سازی دور بشه و در جهت سازندگی و آبادی خالی. رو بیاره آقای از یه بیان دیگه حرفهای حرفای آقای پویا رو من در حرفای تحلیلگری میخوندم که مطالعه میکرد عواطف گونانگونی که در جامعه اسلامی نسبت به کشورهای پیشرفته غربی هست این تحلیلگر نوشته بود که خشم هست برای اینکه گفته میشه که غربی ها اینقدر ثروتمندن و اینقدر ثروت ما رو دزدیدن ما هیچی نداریم حسرت هست اینکه اونها به اینجا رسیدن ما نرسیدیم و ناشی از همین حسرت تلاش برای رفتن به جوامع غربیه یعنی بخش زیادی از این جوانهای مسلمان میخوان برن غرب بعد اونجا میرن و خشم خودشون نسبت به جوامع غربی رو به یه شکل انفجاری بیان میکنن ترس هست از غرب در جوامع مسلمان مجموعه اینها حتی باعث میشه به از خود بیزاری از خود بیزاری در جامعه اسلامی کم نیست چه از خود بیزاری اونهایی که میگن ما چرا عقب افتادیم و انقلابی فکر میکنن برای جبرانش چه از خود بیزاری اونهایی که میخوان دررن از جامعه اسلامی و برن به پیوندن به, به گفته خودشون قافله تمدن مجموعه اینها تبدیل میشه به اون چیزی که از نظر آقای پویا برخورد عاطفی نامناسب با غرب یعنی وقتی ثروت زیادی مثلا از غرب سرازیر میشه به یک مملکتی به جای اینکه از این ثروت بشینن استفاده کنن برای ساختن تبدیلش میکنن به شعارهای چه میدونم ضد غربی ضد استعماری ضد بیگانه در صورتی که چیز خیلی ساده ای که جلو چشمشون باید باشه اینه که این پول ریخته شده اینجا به هر انگیزه ای باید از این استفاده کرد برای ساخت این مملکت کاری که در آلمان بعد از جنگ دوم شد خب این ترتیب است ما این همی خب خوب امی غرب وقتی به افغانستان همه سرمایه و امکانات بسیار وافر فرازیر کرد هیچ کسی از چی از دستگاه دولتی و چی از مردم با این هم نه تنها که مخالفت نکردن بلکه کلا استقبال کردن متاسفانه همه برای از که چیز ساخته نشه متاسفانه با از افراد استفاده کردن که اینا توانیم شعر معروف است که استعداد نبود کار از اجاز نکشاید مسیحا کی تواند ساخت بینا چشم سوزند سو را حالا کسی که توانایی و همین ظرفیت فکری را نداره همین تجربه را نداره یعنی از بات بله. قدرت اقلانی به اون درجه بله. مسلمه شما... که این کار کردن نمیتونه اگر شما عوامل خارجی رو درجه یک بدونی در وضعیت جامعه مسلمان در نهایت به این نتیجه میرسی که از بیرون دیگران توطعه میچینن علیه ما من این سوال یک مثال بسیار معروفی است که میگه هیچ گربه برای خدا موش نمیگیره آیا واریز کردن 104 میلیارد دلار پول غرب و امریکا و داخل افغانستان این صرف با انگیزه های انسانی و بشردوستی و ساختن امار مجدد افغانستان یا به اصطلاح تطبیق پلان مارشال تاوری که در آلمان مسلم است که در اونجا نیست اونجا برنامه های وسیع از مسئله افغانستان مدنظر است و اون مسئله چین است مسئله جلوگیری از ایای دوباره قوت و عظمت روسیه است و مسئله هزارها برنامه های نز... حتی مسئله کنترل ایران است کنترل و خلیج است این ها رو آدم مادیده نمیتونه به این ربطی هم به تیوری ندارم همه چیزی به توتیه ربط نمیدیم اما این واقعیت است دیگه اگر ما این نظر شما رو بپذیریم که عوامل خارجی همیشه دست دارن در سرنوشت ما به نظر من از نگاه اخلاقی ما یک مشکل داریم به خاطری که ما به جوان ها به انسان در کشورهای عقب رفته عقب مانده و پس رفته نمیتوانیم بگوییم که خب آسینایتون رو بالا بزنین کوشش کنین خاطر شما همیشه میگن که خب سرنوشت شما در اختیار دیگر است بنابراین شما چی خوب باشید چی کوشش کنید چی تلاش کنید نهایتا باید دیگر تصمیم بگیرن همه اونهایی که میگن عوامل خارجی مؤثر هستن نمیگن شما تسلیم عوامل خارجی شید شماری از اینها راه انقلابی در پیش میگیرن میگن باید عوامل استعماری رو شناخت و علیه اونها شو نمونش شما در افغانستان میبینید طالبان همین من ادعا رو دارن. اما اجازه بدین اما طالبان با همین ادعا در مقابل آمریکا مبارزه میکنن ولی طالبان خودشان از کجا اعاشه میشن از خارج من برداشتم این که طالب یک سناریوست داعش یک سناریوست جریاناتی که در سوریه و در عراق و در, در یمن و حتی در لیبی شکل گرفت اینا سناریوهای این, های این همون تئوری توتل نیست که همه اینها سناریوس نیست و پس خود افغان ها چیکار باید بکنن اجازه بدید من به این جای شک نیست که در درون جامعه اسلامی مردم با گرایش های انحرافی فکری یا به اصطلاح قرائت فاسدی که از دین دارن قرائت فاسدی که از مذهب دارن چی در جمع شیعه و چی در جمع سنی این وجود داره اینها به عنوان ابزار و وسیلی هستند برای پیشبرد اهداف بسیار دراز مدت استعمار و متاسفانه امو گپش ناصر خسرو صحیح است گفت که آقای از شو وقتی بگید داعش سناریو است منظورتون میتونید بگید دقیق چیه من بیترین مسائلی که میخوام به ای عملیات بکنم انقلاب سوریه که توسط مردم سوریه به پای استاد شد حتی تا دروازه های دمشق تا دم به درب دروازه قصر بشار اسد پیش رفت و بشار اسد حتی شبها در پایگاه نظامی ترتوش زندگی خب و حتی فامیلش هم به تهران رفت متوجه به شد هم کشورهای خلیج و هم غرب و در راس اسرائیل صحبت های تفاهمات بسیار زیاده بین روسی و اسرائیل شد متوجه شدن که اگر اسلام گراها در اینجی یا مثلا ارتش آزاد سوریه قدرت به دست بگیره باز همون گپی که در الجزایر شد و بعد که در به همین دلیل ساختن و همین اثر دایش رو ساختن و داعش پیش از که به مقابل بشار اسد یا مقابل امریکا آخر مقابله کنه بزرگترین جنایت علیه مسلمان و علیه مجاهدین سوری انجام داد بیشتر بله. بیشترین قربانی را مسلمان ها در سوری تصدیر داشته بله ولی خب نتیجه اخلاقی حرفی که شما میزنید این میشه که در نهایت مسلمان ها چی در سوریه چی در افغانستان هیچ وقت نمیتوانند سرنوشت خودشان به دست بگیرن به خاطر اینکه اگر کوشش میکنند دولت بشار اسد تغییر بدن و به جایش یک دولت بهتر اسلامی به وجود بیارن غربی ها توانایی دارند که داعش رو به وجود بیارن و در نهایت این روند رو از بین ببرن در افغانستانم به جای سرمایه گذاری روی, ق... روی نیروهای داخلی کوشش کردن تکنوکرات ها رو بیارن سوال من اینه که پس چگونه باید مردم خود کشورهای اسلامی سرنوشت خودشان رو به دست بگیرن و خودشان تغییر بدن ما با تکنوکرات ها مشکل نداریم نه سوال من اینه مردم... شما یک رو بگید ما با مختلفی جامعه هیچ مشکل نداریم نه شما اجازه بده سوال من فقط... اینه که اینها نمیخواهند نمیخوان از نیروها و عناصری که یا گرایش دینی دارم یا گرایش ملی و استقلال طلبان دارن از اینا بیشتر سوال آقای پویا اینه که این نگاه شما به جبرگرایی و تقدیرگرایی نمیانجامه که در نهایت مسلمان ها هر کار که بکنن یه اه... های از اون پشت یه های از اون پشت میان سرنش اینها رو رقم میزنن من برداشت می که مسلمان ها تا که آقای پویا گفتم من به این نظر صد در موافق هم موافقم که مسلمان ها باید جامعه را از لحاظ فکری از لحاظ اندیشه ای درستی از دین و عقیده اسلامی برای مردم ترویج کنند و مردم را از از این حالت تفکر جاهلانه داعشی و طالب و القاعده و این ای, ای جریانهای روافظ تکفیری و خوارج تکفیری جامعه را از وجود اینها بر حذر بدارند تا مردم قدرت تعامل و گفت و شنود با دنیا داشته بشه. ولی اگر چنین بکنن و به قول شما قدرت تعامل و گفت و شنود هم ایجاد بشه در نهایت قدرت هایی که به نظر شما سرنوشت مسلمانان رو رقم میزن بیان واردشن و همه چیز از نو به هم بریزه آقابت چه خواهد شد چون چیزی که شما تصویر میکنید عملا به این دور باطل خواهد انجامید دیگه من باز برداشتم نیست که این دور برای همه وقت باقی نمیمونه بسیاری از مثلا استعمارگرا در دنیا مثلا در دوره که چنگیز بر کشورها حمله کرد یا در دوره های مثلا حملات مغول و جنگ های صلیبی یک وقت خاتمه یافت این تکتازی و این بالانس قدرت که فعلا در دنیا بر برهم خورده ای با گذشت زمان این بلانس متعادل میشه و برای مسلمان ها و برای کشورها اسلامی زمینی تنفس مساعد میشه و چون مسلمان ها هیچ وقت نمیخوان که با تمدن غربی در جنگ بشند مسلمان ها مخالف تئوری تاوتی و مخالف متجده. نظرات نظرات هاتینگتون هستند اما در عین حال ایر نمیخند که مسلمان ها در زیر سایه تسلط حکومت های استعماری زندگی بکنند ای ای خلاف شأن انسانیت است این ایده که استعمار نقش اصلی و اساسی در وضعیت جامعه اسلامی و رقم خوردن سرنوشت جامع اسلامی داشته فقط از جانب اسلامگراها یا از نگاه دینی اونجوری که آقای پویا میگن بیان نمیشه دیگران هم این رو میگن مثلا این یه نگاه رایج در اقتصاد سیاسی مارکسیستیه که میگه که کشورهای متروپول ثروت کشورهای فقیر رو بردن و همراه با این ثروت خیلی چیزهای دیگه هم رفت و وقتی شما فقیر هستید زایش فرهنگی هم نخواهد بود دیگه یه نگاه دیگه نگاه متاثر از آرای ادوارد سعید متفکر قرن بیستمی که معتقده که تصویری که مسلمان ها از خود دارن عملا متاثر از اون چیزی است که شرخشناسی ساخته و این خود مسلمان ها رو هم به رخوت میکشونه بنابراین این بحث رابطه و مناسبات تنگا تنگ مسلمان ها با کشورهای متروپول یا استعماری فقط یک نسخه نداره و شکل‌های پخته‌تر و پیش پیشرفته‌تری ازش هم بیان شده دیگه و رد کردن اون تفسیرها کار راحتی نیست دیگه نه بدون شک استعمار همونطور که چند بار تکرار کردم اهداف و علایق خاص خودش داره و به خاطر همین اهداف و علایق هم هست که وارد کشورهای به اصطلاح عقب مانده میشه اما سوال اینجاست که این کشورهای عقب مانده آیا پیشا پیش زمینه داشتن آماده بودند که به عنوان یک طعمه به اصطلاح در اختیار کشورهای استعمار در قرار بگیرن یا نه شما ببینید در تاریخ وقتی به تاریخ مدرن اسلامی پردازند سال 1798 رو به عنوان یک سال خیلی مهم تلقی میکنن چرا که سال 1798 سالی بود که ناپلئون با سربازان خود و یک گروهی از بزرگ از متخصصین و شهرشناسان وارد مصر شد گرچه استعمار قبل از این هم در کشورهای اسلامی حضور داشت در اندونزیا در جاوه هند و امثال هم اما چون اولین بار بود که کشور بزرگ و مرکزی اسلامی در اختیار استعمار یا در اختیار نیروهای اروپایی قرار می گرفت میگن این تاریخ تاریخی که آغاز، تاریخ آغاز استعمار در کشورهای اسلامی است خب قبل از این تاریخ چه اتفاق افتاده در مصر و در کشورهای اسلامی ما یک خلافت خیلی بزرگ و مهمی داریم به نام خلافت عثمانی که مصر شامات هم بخشی از همین خلافت عثمانی است اما تاریخ نویسان کاملا به روشنی یافتن که در قرن هیفته یکی دو قرن قبل از این اتفاق در حکومت عثمانی یک فساد رایج اداری و سیاسی شکل گرفته بود مناسب دولتی و مناسب اداری دست به دست میگشت و خرید و فروش میشد در این حال حکومت عثمانی جنگ های فرساینده ای را در غرب در, در کشورهای مثل آلبانی و, و... در شرق با صفحویه و, و شروع بگید که زمینه در... اون افول عثمانی در واقع در خود این امپراتوری در بود شرایطی بود که قدرتی ای... برای کشورهای اسلامی و از جمله مصر نمانده بود که از خود دفاع بکنند بنابراین این آماده بود برای اینکه بله. بشن آقای عزیزی در واقع امپراتوری عثمانی ادامه همون خلافت اسلامی بود که مقل ها برچیده شد دیگه. متصدی اسلام به یک معنی کلی امپراتوری عثمانی بود درست. تاریخ میداران امپراتوری عثمانی همگی معتقدند که ضعف و زوال عثمانی درونی بود یکی از, او... یکی از اوامل بسیار بزرگ من بگفته یا آقای پویا هم نظر استم که من این در جمله عوامل داخلی حساب میکنم که خود به فساد کشیدن شدن از سیستم خلافت و نو دیکتاتور معاون بودن بر خود دادن در این دا ای نظر ایشون رو میگین میخوام ببینم در عین حال بله. یک طرف نبینین برای اینکه عوامل بیرونی هم در این امر داشته همین خود وقتی که استعمار ناسیونالیسم عرب در مجموع زیر نام عربیت که در وقت استعمار انگلیسی کار میکرد هم رو متشکل کرد و مت... بسیلا تحت نام از که شما جدا هستیم از ترک ها عرب جداست و ترک جداس زیر نام ناسیونالیسم عرب و در این سمت دیگه حکومت صفویه را که یک قرائت بسیار فاسدی حتی از تشیع داره این به وجود آورد و تلفیق بین صفویه رو استعمال به وجود آورد که تا قبل از صفویه اصلا در ایران یعنی شیعه در اونجا به اقلیت بودک و شیعی صفوی اصلا از دوره به وجود آمد در واقع شما دارید میگید که شیعه حاصل شیعه کار استعمال شیعه نه نه همه شیعه نه شیعه بودن شیعه شیعی صفوی شیعه صفوی ساخته دست نیستیم برای از که شما اگه در متون اصلی قرائت شیعه صفوی وقتی داخل بشین این همو قراعت سلفی تقلیدی مدخلی تکفیری رو دارن خب این یک چیزه گفتن این که سقوی حاصل کار استعمار بود یه چیز دیگر اما سوال من در مورد عثمانی بود ضعف عثمانی آنر یکی ضعف داخلی بود و دوم ضعف خارج. خارجی ضعف خارجی ای بود که استعمار برای از یک بساط خلافت عثمانی رو به صورت کلی بربچینه ناسیونالیسم عرب را احیا کرد تمام عرب در یک جهت به همراهی یا قوه ائتلافی به همراه صفویه میخواید, بله، میخواید بگید را... که در واقع تفرقه ایجاد کرد در جبهه مسلمان آقای پویا الب... به حال اونهایی که علاقمند هستن به این بحث میتونن برن پیگیری کنن از جمله در مورد صفوی ما یه دو برنامه یه برنامه دو قسمتی داشتیم همین اخیرا که مخاطبان این برنامه اگر ندیدن میتونن ببینن ولی بذارید یک مثال ملموستر و میشه گفت متأخرتر رو بگیریم که برای بسیار از مخاطبان این برنامه در ایران آشناست برای ایرانی ها بسیار آشناست 28 مرداد نمیگم عامل اصلی وضعیت موجود 28 مرداد ولی 28 مرداد خیلی تاثیرگذار بود روی ذهنیت ایرانی دیگه بله و بدون شک از نگاه منابع تاریخی هم ثابت شده که دخالت به اصطلاح قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا سی آی ای باعث شد که چین چنین حادثه‌ای در ایران اتفاق بیفته ولی حرف من اینه که علی رغم این دخالت‌ها علی رغم این به اصطلاح تلاش برای نفوذ در سیاست‌گذاری در ایران اگر مردم در ایران اگر نخبگان سیاسی در ایران که بعضی تلاش کردن که از این فرصت استفاده بکنن برای اینکه کشور هرچی بیشتر به منافع ملی خود برسد به جای راهانداختن انداختن حیاهوی سیاسی به جای راه و گسیل دادن مردم به روی خیابون و امثال مشکلی که من دارم اینه که با این تحلیلی که به نظر من در نهایت یک تحلیل یا تئوری توته است اینه که اخلاقا یک چنین تحلیلی ما را به انفعال میکشونه وقتی ما ادعا داریم که عوامل خارجی همیشه ولی میخوام بگم در ایران چنین نبوده یعنی عوامل خارجی بودند مردم ایران رو به انفعال نکشونده تاریخ 40 50 ساله اخیرشون نشون میده دیگه بنابراین نمیشه گفت بر عامل خارجی با یک مثال بسیار زنده میسه 28 مرداد به انفعال می انجامه. بله ولی وقتی ما حوادث بعد از 28 مرداد رو توجه میکنیم و روند به اصطلاح پیشرفت تاریخ سیاسی در ایران رو مطالعه میکنیم میبینیم که در اینجا اشتباهات بعد فاحش صورت گرفت بعد از به مرداد به جای این که کوشش بشه نخبگان سیاسی تلاش بکنن که یک روند ملی برای حل مشکلاتشان پیدا کنند یک تعداد رفتن به دامن روسیه و اون زمان شوروی افتادن حزب توده به وجود آمد حزب توده ای که قبلا هم وجود داشت منتها بیشتر و بیشتر به دامن به اصطلاح شوروی سابق افتادن نیروهای دیگر بیشتر و بیشتر آمدن از به اصطلاح سیاست های آمریکا حمایت کردن به جای پرداختن به مشکلات درونی و به جای راه حل از داخل پیدا کردن کوشش کردند که از طریق خارج به اصطلاح مشکل حل کنند و این بود که در نهایت ایران موفق نشد به اصطلاح راه بومی پیدا کنه برای حل مشکلاتش تا انقلاب اسلامی آقای عزیزی آه، اون بحث تئوری توتر رو ترک کردیم و شما مثال به قول خودتون خلق کردن داعش توسط نیروهای خارجی رو بیان کردید که نشد ادامهش بدیم که به ما بگید که چجوری داعش خلق میشه برای اینکه مثلا انقلاب سوریه رو به انحراف کشانه ولی یه مثال خیلی بهتر که من روی فیسبوک شما دیدم 11 سپتامبر شما معتقد هستید 11 سپتامبر کار اسلامگراها ها نبود آه، و به یک معنا معتقد هستید که دست پشت پرده 11 سپتامبر رو درست کرد برای اینکه مسلمان رو در معرض اتهام قرار بده خود همین از نظر شد نه درصد آه. اه، کسانی که میشنوند یه مثال بارز تئوری تو هستی من اول که در صفحه من به این شکل چیزی نوشته نشده سرحت باید بگم که من 11 سپتامبر واقعیت امر است که تعداد افرادی که گرداننده و به اصطلاح به عنوان اجیر در این امر ماموریت داشتند مردم می بودند که از سعودی عرب و کشورهای عربی بودند این جای شکشون بینیست سوال اینجاست که تا از ساعت امریکا هم تا از ساعت حتی لست مردم های که کشته شده هم بیان نکرده و چی داد مردم ها. سوال اینجاست که در کشور که سی آی ای توانایی ازیر داره که حتی بلادینر در حیب پیدا کنه بعد از ده سال از میدان های اوهی از این چندین هواپیمی ها به یک دفعه حرکت میکنه و چنین فاجعه رقم میزنه ای جلوگیری نمیکنه یک دوم یعنی از لحاظ لخواست... شما از اون چیزی من... که من در شما دیدم این است که, اینست که اگر واقعا دستگاه های امنیتی آمریکایی میخواستن میتونستن درست... مانه یازده پس من... چرا؟ من بابت ایران میخوام که سر مسئله داعش بگم نه نه 11 سپتامبر ببینم خودش امریکا در مورد جوامع اسلامی و غرب و استعمار شناخت کافی از قرائت های مختلفی دینی بریدگی های قومی و زبانی و اتنیکی داره از این وسایل و به عنوان ابزارهای لازم در مقاطع لازم استفاده کردن میتونه پس 11 همی... سپتام ابزاری بوده توسط شما دیدیم که بعد از اون جریان کشور عراق اشغال میشه کشور عراق به نام از که در اینج سلاح اتمی است در حالی که سلاح اتمی عراق بودی نداره بعد برای اس، برای صدام حسین تومت زدن که ای با القاعده و بن لادن نس... شما این نیست که نه. 11 سپتامبر رو خلق کردن که به عراق حمله کنن که نه. من برداشتم این است که این یک وسیله بود متوجه هستین این یک وسیله بود هرچند که در ورای از این امر تعداد افراد تحت نام مسلمان بای ام هم از همه بدتر از که بن لادن شخصا بالاخره مسئولیت ای هم را به گرفت سوال اینجاست که بن لادن آیا این توانایی از کجا آورده بود که تونست بالاخره تو در قلب امریکا کار بکنه و امریکا چطور در حالی که کشوری که تمام شما چند وقت پیشتر شما یک تیو تیاری نداری نداری خوش میکنم یک هواپیمای جاسوسی ای 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 امریکا را یک وقت چین پایین کرد بعدا امریکا اعلان کرد که در ظرف هر دقیقه این میتونه 25 میلیارد کلمه را که از منابع مختلف چین جاسوسی میکنه میتونه ریلی کنه به مرکز سیاهی ویرچی کنه و پردازش کنه آره. وقتی امریکا این توانایی داره آیا میتونه آیا نمیتونه, نمیتونه, نمیتونه تا... جلوی 11 رو بگی... امر است که در این پس در این یک نز... یک بوده بنا من نمیتونم و امریکا و تمام حتی مهندسین بس... و دانشمندان آقای... تکنیکی امریکا نمیتونه تو جواب بدم که چرا این تفاجی آ... در این صورت گرفت ب... آ... به نوعی که آقای عزیزی مثلا مطرح میکنن باید اطلاعات آقای عزیزی خیلی جامع باشه که بدونن چه کسانی در پشت این صحنه بوده و ثابت بکنند که واقعا CIA یا عوامل دیگه ای مثلا یک چین ترهی را ریختن و بعد در نهایت جنگ عراق را به اصطلاح به وجود آوردن در این رابطه من نظر خاصی ندارم به خاطر که یک چین اطلاعاتی در اختیارم نیست منتها حرف من اینه که اگر ما بخوایم مسائل پیچیده سیاسی و اجتماعی را با این جواب ساده حل بکنیم که خلاصه هر چه عقب ماندگی و بدبختی کشورهای اسلامی است عاملش خارجی است وقت این تحلیل ما را به یک حالت انفعالی می رسند و این نتیجه من برای خود بله اصلی بله آوه داخلی آوه و خارجی است و این هر بله دو آمل دست به دست همدگر داده بزرگترین امپراتوری بله و قدرت آه وزمت مشکل است که ما, ما هر وقت, ما هر وقت, وقت اجازه بدین ما هر وقت دست روی یک عامل داخلی میگذاریم شما همش میگین که خب اون طرف خارجی اجازه بدین من یک مثال بزنم مثال جدید از همین شرایط فعلی افغانستان ببینید هشت سال از که قانونی در پارلمان افغانستان مطرح است به نام قانون منع خشونت علیه زنان در این ای قانون در این قانون چی آمده؟ در این قانون بعض از سنت ها و رواج هایی که متاسفانه در افغانستان هنوز معمول هست ولی پیشا مدرن هست اینها یا منع شدن یا محدود مثلا ازدواج دختران خردسال یا مثلا تعدد خب زوجات نتیجه بگیرید و یا ضرب و شد به ها خب اینو منع کردن الان هشت سال از این قانون در مجلس افغانستان بحث و گفتگو میشه ولی هنوز که هنوز هست بسیاری از نمایندگان مجلس که نخبگان سیاسی جامعه هستند حاضر نیستند یک چنین قانونی را که هم با روح دین سازش داره و با هم با های مدرن تصیب کنند اجازه بدین بعد استدلال بسیار از اینها اینه که یک چنین قوانینی با شریعت اسلامی مخالفه خب کسی که در قرن 21 هنوز حاضر نیست خشونت علیه آوه. زنها را همی... من کوتاه من میخوام بگم که همه خودش به ذات خود نوعی به اصطلاح بدنام کردن مسلمان ها و اسلام است اسلام هیچ وقت توصیه نمیکنه کنه خشونت علیه زنها نه. اسلام زن و مرد و تبعیض جنسیتی قائل نیسته ب... ب... در آخرین هم... صحبتش به نام خدمت کردن در, در مثال آخر, شما معتقد هستید که عوامل داخلی است که بسیار خوب در یک مثال با هم دیگه اتفاق نظر داشتید خیلی ممنونم به آخر پرگار این هفته میرسیم تشکر از اینکه پایین بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه عباس پویا و عزیز عزیزی پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید ما اون رو شنبه ها زودتر ببینید فیسبوک ما هم برقرار برای گفتن اون چه که به نظر شما در این بحث ناگفته من. شب و روز بر همه شما خوش